بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما مخاطبان عزیز، بینندگان برنامه جهان‌آرا و شبکه افق. ممنون که امشب هم با ما همراه هستید. همونطور که در شبکه‌های اجتماعی مختلف اطلاع رسانی کرده بودیم، امشب در خدمت یکی از کارگردانان به نام سینمای کشور هستیم تا اتفاقات اخیر رو از منظری متفاوت و بیشتر با تمرکز بر بحث رسانه به بحث بگذاریم. فقط قبل از اینکه گفتگون رو آغاز بکنیم، یک میان برنامه رو میبینید که در طب معرفی مهمان امشب هست و بعد انشالله گفتگو رو آغاز میکنیم. ابوالقاسم طالبی را خیلی ها در مقام کارگردان با فیلم قلاده های طلا که پیرامون فتنه 88 ساخته شد و به باور بسیاری از مردم سیاسی ترین سینمایی تاریخ ایران است میشناسند و بسیاری دیگر هم او را در حال کارگردانی یتیمخانه ایران دیدند که به خوبی توانسته سرنخ تاریخی حضور انگلیسی ها و نقش آنها در قحطی بزرگ ایران را به تصویر بکشد. با این حال سابقه فیلمسازی سیاسی ابوالقاسم طالبی را نباید تنها به این دو فیلم گره زد. او از زمانی که فیلم آقای رئیس جمهور را در دولت خاتمی ساخت و در دولتی که ادعای آزادی بیان داشت فیلمش توقیف شد، نشان داده بود که دست گذاشتن بر مسائل حساس و مهم را بهتر از ساخت فیلم‌های گیشه‌ای و بدون محتوا می‌داند و به همین خاطر در ویرانگر، نغمه، عروس افغان، جنگ کودکانه و دست‌های خالی هم به نوعی همین دید اساسی را به تصویر کشیده بود. اصلاً به خاطر همین سابقه درخشان ابوالقاسم طالبی در ساخت سینمایی‌های سیاسی بود که در دوران ریاست جمهوری روحانی کار را به جایی رسانده بودند که با شکایت نهاد ریاست جمهوری، ابوالقاسم طالبی به خاطر فیلمی که گفته بود خواهد ساخت اما هنوز گامی برای ساختن آن بر نداشته بود، به دادگاه فراخوانده شد. تبرئه در دادگاه هم مانع از اعتراض و شکایت مجدد دولت روحانی نشده بود و در یک طنز تلخ طالبی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از تبرئه باز هم نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی به دنبال شکایت از او بود، گفته بود که نمیدانم، این را از رئیس جمهور بپرسید. من تنها در مقطعی گفتم که قصد دارم فیلمی بسازم که هنوز هم نساختم. اینها تاوان فیلمی است که هنوز نساختم. مشخص نیست که اگر فیلم را ساخته بودم چه اتفاقی میافتاد. دغدغه‌های مهم ابوالقاسم طالبی در عرصه فیلم و سریال البته ظاهراً هنوز هم ادامه دارد و او در سالهای اخیر سریالی با عنوان طلاق را کارگردانی کرده که برخلاف عنوانش فیلمی خانوادگی نیست، بلکه همانطور که از این کارگردان ناماشنای ایرانی انتظار می‌رفت، مسئله باز هم یک درام سیاسی است که این بار مفاسد اقتصادی را هدف گرفته است. حالا راحت‌تر میتوان گفت که ابوالقاسم طالبی برخلاف مسیر بسیاری دیگر، سینما را در خدمت اصلاح می‌داند و نه دیده شدن بیشتر. و به همین خاطر هم هست که خیلی وقتها فیلم‌های او بیشتر از فیلم‌های دیگر مورد استقبال مخاطب قرار می‌گیرد. بیننده برنامه جهان‌آرا هستید و همونطور که مشاهده کردید مهمان برنامه امشب ما آقای ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، دوستانی که اینجا تشریف دارن و حضرت عالی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر کنم دو سال و نیم، شاید سه سالی شد که از نزدیک و حضوری در خدمت شما نبودیم. واسه افتخار. خواهش میکنم. نه ما کسی نیستیم که خب من میرم دوستان هستن، تو این موقع ها دوستان نیستن. شما شکست نفسی کردین و خب عرض کردم برای ما باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم. امیدوارم که گفتگو خوبی باشه. به عنوان کسی که انواع و اقسام کار رسانه را انجام دادید، یعنی هم کار مکتوب انجام دادید، هم کار سینمایی انجام دادید، هم کار تلویزیونی انجام دادید، یعنی رسانه رو با همه ابعادش تجربهشو دارید، میخوام بدونم که تحلیلتون از این اتفاقات اخیر 20 روز گذشته چی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سی روز شد یا 20 روزه؟ آشوب ها رو بخوایم اگه بذاریم مبدا تقریبا سه هفته. 20 روز، 22 سه روز مثلا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این یک معادله یه وجهی نیست که ما بیام بگیم به این دلیل این شد. اولا
ما یک کشوری هستیم که مورد هجومی، از اولی که انقلاب اسلامی شروع شد مورد هجوم بودیم. اصلا لانه جاسوسی رو، حالا من اینا رو میگم برای اینکه برای بچه‌هایی که حالا نمیدونند، خیلی ها اینا رو میدونند، برایشون تکراریش من عذرخواهی میکنم از اونا. ما وقتی که لانه جاسوسی رو دانشجوی خط امام اون روز گرفتن که بعدن همشون به بعضیشون به خط خود آمریکا رفتن و بعضیشون هم شهید شدن و بعضیشون هم هنوز سر موضع ضد آمریکاییشون هستن، اون موقع تحلیل این بود که آمریکا نمیگذارد این انقلاب ادامه پیدا کند. چرا؟ چون به وسیله نیروهایی که در داخل سفارت داشت یه لانه‌ای درست کرده بود که در ترکمن صحرا، در کردستان، در آذربایجان، در سیستان و بلوچستان جنگ قومی راه انداخته بود و بلدن بودن. خب دانشجو دیدن که اگر اینو نگیرن نمیتونه، یعنی این جنگ تازه انقلاب شده، لذا به این نتیجه رسن که برن اونجا رو بگیرن. وقتی گرفتن حضرت امام گفت که چون اینا گرفته بودن دو روز وایسن برن و نمیخواستن هم بمونن، حتی اون سردمدارانشون گفته بودن ما یه مثلا ضرب شستی نشون بدیم، یه خودی نشون بدیم، چون بعضیاشون هم میخواستن خودشون رو نشون بدن، ولی حضرت امام فرمودن که سلام الله علیه، فرمودن که خیر، خوب جایی گرفتید، اینجا بمونید. خب آمریکا پس از اول با ما دشمن بوده. چرا؟ چون بزرگترین و استراتژیک ترین شریک شما از دستش گرفته بودیم و این کشور تقریبا سفره او بود. حالا میخواند سفره به ملت برگرده، خود ملت هم قیام کردن و همه ملت هم قیام کردن، ارتش هم به ملت پیوست. البته خب یه عده‌ام مقاومت کردن، مردم رو شهید کردن، دوره بختیار، دوره خود ازهاری و محمد رضا و اینا، همه خون خیلی دادیم. 15 سال زندان و شکنجه و غربت و تبعید و اینها مردم کشیدن تا رسیدن به انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که اومد، اول اینا میخواستن که، چون خیلی ها رو من دیدم، حالا شما در سن و سال شما هم خیلی ها میگن قدیمی ها، این ضد انقلاب های قدیمی هستن که هنوز میگن بختیار زنده است، شاه میاد، اینا هنوز میگن که نه، شما از اول خود آمریکایی ها میخواستن شما انقلاب کنید، خود آمریکایی ها با شما بودن، پشت شاه خالی کردن، پشت شاه خالی کردن. بعد میگی چرا اینه؟ میگی ها، اینجا بحث رسانه را شروع میکنم. گفتم بی بی سی چقدر خبرهای شما رو میداد؟ بی بی سی چرا خبرهای شما رو داد؟ اولا من به اطلاع برسونم، این مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتابو چاپ کرده، همه میتونن مراجعه کنن بخرنش. این کتاب تمام برنامه های بی بی سی راجع به ایران در دوران انقلابو چاپ کرده. در اون برنامه وقتی این کتابو با هم میخونی، این داره یک بسیار زیرکانه انقلابو که امام نمیشد جدا کنه، چون رهبرش امام بود، اینا داشتن رهبر بعد از امام رو مشخص میکردن که دکتر سنجابیه و بازرگانه و جبهه ملیه و دیگه تش نهضت آزادیه، و بعدم دیگه اومدن که هی اومدن جلو راجب گروهک ها، سازمان منافقین، چریکای فدای خلق، حتی این قضیه حزب دموکرات و شیخ عزت‌الدین حسینی ها. حالا عنوان اون کتاب هم تا شما آب میل میکنید بگم، انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی. بله بله بله، جمله آبی رنگی داره. بله گفتن رو بله. بگم اگر از بینندگان عزیز کسی بله 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 مشتاق بود، عنوان کتاب این هست. کاملا درسته، بله همینه. من اینو میگم برای اینکه بچه‌ها بتونن موقعی که اینو میگن، این هیچ کس با ما همراه نبود در دنیای غرب، هیچ وقت با ما از اول انقلاب تا حالا اینو دلشون با ما صاف نشده، حتی دلشون صاف نشده هیچ رابطه، بگم یه رابطه دوستانه. مثلا ما کشور فرانسه، خب چون میزبان حضرت امام بود، ما نسبت بهش یک سمپاتی داشتیم، سمپاتی دلی داشتیم، چون ما امامو خیلی دوست می‌داشتیم. مردم ایران، من که میگم ما، منظورم ملت ایرانه، بله. ملت ایران خیلی دوست می‌داشتن. گفتم فرانسه مثلا حالا اون ژیسکار دستان یه لطفی کرد، ولی همین باعث شد که آمریکا فشارشو به فرانسه زیاد کنه و شد دشمن شماره یک ما، و گفت آقا حالا من یه اشتباه کردم که امامو پذیرفتم و مثلا ادای آزادی در آوردم، شما هر کس که در ایران بخواد با این رژیم مقابله کنه رو بفرستید اینجا. برای همینم هم یه عده میدونین، چون امام از فرانسه اومده بود، فکر کردن چون امام از فرانسه اومده میشه انقلاب کرد،
بنی صد بلند شد رفت اونجا رجبی رفت، بختیار رفت، خیلی رفتن اونجا که مثلا انقلاب کنن. واقعا اینا که میگم میگفتن، همینطور که الان دارن میگن انقلاب سقوط کرده، مثلا هنوز یک کلانتری مثلا نتونستن اینا بگیرن، میگن انقلاب تموم شده، دارن تقسیم میکنن که الان دعوام سر اینه فقط که آرم سازمان مجاهدین رو پرچم باشه، سازمان منافقین باشه، دلم نمیاد بگم مجاهدین، یا آرم کموله قاتل و آدم کش، یا آرم مثلا محمد رضا شاه، رضا شاه پسر نوه رضا شاه، این پسر منگوله که میگه سوت بزنی شبا روزا، سوت بزنی شبا بوق بزنی، شبا بوق بزنی، یعنی 9 میلیون ماشین تو تهران، فکر کن اینا همه بوق بزن، دیوونه میشه آدم. این حالا مثلا میخواد نهضت ایجاد کنه با دیوونه کردن آدمو. یه سری این برای بچه هم فانه براشون، چون اینا همه چیه برای عنوان فان میبینن. مثلا میگیم که آقا من چند رو پیش داشتم میرفتم، یه دیدم یارو هی داره بوق میزنه، یه خانومی بود پشت سر من، خب راهم بسته بود، هی بوق میزد میخندید، پیاده شدم گفتم خانم این اصلا آخ چرا اینقدر بوق میزنی؟ گفت فانه، خیلی خوبه. ای شما اون کارگردانی؟ گفتم بابا آخه این چیه که تو هی بوق میزنی به من؟ من که جلوم خالی نیست که برم. گفت نه آخه برای چیز فانه دیگه، خوبه، همه دارن میزنن. همم نمیزدن البته، اینو سه چهار تا بودن. منظورم اینه که خب اینا یه همچه آدمای دشمنان ما. خب داشتم میگفتم که انقلاب ما آمریکا از اول باش دشمن بود. خب اونطوری که آقای روحانی فرمودن امریکا کت خدای جهانه. از نظر من کت خدای جهان نیست، کت خدای اروپاست، کت خدای غربه. از نظر من کت خدای غربه و از نظر خیلی از سیاسیون ما آمریکا، این که به اروپا میگن که اروپا، مثلا یادم یه مدتی آقای ظریف میگفت که حالا خیلی عجیبه برام، یه آدم دیپلمات اینا رو میگه، اروپا باید تصمیم خودش رو بگیرد و از زیر بار امریکا در بیاد. آخه مگه میشه مثلا شامپاینی که اینا میفروشن به امریکا پولش مالیاتیش اینقدر زیاده که اونا اصلا نمیتونن انتخاب کنن به لحاظ اقتصادی، آمریکا برای اینا یک نیم دلار بذاره روی گمرکش، اینا تو هر کدومش کلی ضرر میکنن، اتکلونشون چیزی که صادر میکنن به آمریکا، اینا رابطه اقتصادی دارن، مسائلشون مسائل اقتصادیه و اونجا هم از آمریکا هم از این مسائل اقتصادی استفاده میکنه، مسائل سیاسیش حل میکنه. الان اینا مثل برده در خدمت آمریکا، یعنی آمریکا نشسته نفت و گازشو به قیمت بسیار گران، یعنی همین قیمت که الان بالا رفته، درسته، الان اوکراین گرفته، همه رو فرستاده که شما بریم با اوکراین بجنگید، خودش هم داره اسلحه میده، اسلحه ها هم پولشو داره از اینا میگیره. ببینید من برای بینندگان میگم، امریکا یک کشور نیست که، یک سر شرکت هن. این شرکت ها مثلا تصمیم میگیرن که یه جنگ به پا بشه، اسلحه سازا پول دار بشن، بعد میگن نه حالا تو این جنگ باید دارو سازا، مثلا دیک چینین ها، اینا هر کدومشون یه چیزایی دارن که مثلا الان گندم، الان دارو، اینا میخوان الان تو کشور اوکراین که اینا باعث شدن که به هر حال انقدر تحریک کردن روس، انقدر دست تو گوش روسیه کردن، انقدر دست تو گوش روسیه کردن که روسیه اعصابش خورد شد، بالاخره یه جنگ آغاز کرد. این جنگ آغاز شد 20 میلیون مردم آواره شدن، این 10 میلیون نگران داشتن، یعنی اجازه نمیدن که بالا سر 40 سال برن بیرون. خب این مردم الان چی میکشن؟ برقشون هم زد، الان گفته که اینترنت هم که بهتون دادن میرم ماکس، گفته خوبه من 40 میلیون دادن، الان باقیشو بدین تا دوباره بس کنم، یعنی کاسبیه براشون، جنگ هم کاسبیه. خب این امریکا با ما بده، امریکا وقتی با ما بد بشه، فرانسه رو با ما بد کرده، آلمان که خب اصلا نیرو داره اونجا با ما بد میکنه، کل غرب، یعنی انگلیس غرب. حالا من کل غرب که میگم، خیلی از کشورهای غربی که حالا غرب محسوب میشن، نه ارزشو دارن، نه جنمشو دارن، نه مردمشون خیلی با ما مثلا مشکل داره. مشخصه وقتی آره. میگم غرب یعنی امریکا، رهبر این چهار تا کشور، سه چهار کشور امریکا، این چهار کشور انگلیس، فرانسه، آلمان و امریکا، این چهار تا کشور با ما مشکل دارن، کارش هم نمیتونیم بکنیم. با ذات انقلاب اسلامی مشکل دارن. چرا ذات انقلاب اسلامی مشکل دارن؟ ذات انقلاب اسلامی از اول که تشکیل شد، ملت، برای بچه‌ای که نمیدونید، این انقلابی که مردم ایران 98% بهش رأی دارن، از اول بر اساس این تشکیل شد
که یه حرف جدید در دنیا بزنه، یه معماری جدید بکنه. اینجوری بود دنیا. یه قسمت شو بهش میگفتن امپریالیزم یا سرمایه‌داری، کاپیتالیسم، یه قسمت شو میگفتن کمونیسم، سوسیالیسم. کشورها به این دو قسمت تقسیم میشدن. سوسیالیست ها و کمونیست ها طرف شوروی بودن، امپریالیزم و حالا از قول شوروی ها اینا امپریالیزم بودن، نه. اما سرمایه‌داری کاپیتالیسم به قول خودشون دنیای آزاد به رهبری آمریکا بود. وقتی شوروی سقوط کرد دنیا یه تکه شد و خب روسیه هم کوتاه اومد، حتی در خلع سلاح اوکراین اینا کوتاه اومدن. یعنی پوتین یه حالا الان میشه بگی زرنگی، ولی اون موقع میشد بگو نامردی، نمیدونم حالا زرنگی یا نامرد، ولی خب پوتین اومدن این خلع سلاحش کردن دیگه، گفتن ما هوا تو داریم. همه سلاح‌های اوکراین یک کشور پر از سلاح بود، سومین کشور اتمی بود، بزرگترین هواپیما رو داشت، خیلی کشور قدرتمند بود. خلاص سلاحش کردن، کاری که می‌خواستن تو برجام بمو بکنن. من یادمه که جناب آقای روحانی رئیس جمهور سابق ما در اصفهان با آقای ظریف ایستاده بودن و گفتن ای مردم، ما با این همشهری شما برجام دو و سه را اجرا خواهیم کرد. مردم هم سوت دادن، فکر کردن برجام دو و سه اینقدر الان تحریما رو برمی‌داره، بعدش دلار میاره، بعدش دیگه تمام مثلا کارخونه جیمز آمریکا میاد اینجا، کارخونه مثلا بوئینگ میاد اینجا. جوان از خودشون سوال نکردن که تالا کارخونه بوئینگ رو آمریکا تو کدوم کشور بود. الان تو این اتفاقی که الان افتاده، چون رسانه رو گفتید، آمریکا همه رسانه ها رو سر خط کرده، از سوسیالیست های یعنی امام فرمود نه شرقی نه غربی. امام یه حرف زد تو این دنیا، اینو ادامه بدم چون یه لحظه کلام چی نشه. امام یه حرف زد، گفت نه شرق نه غرب، یعنی نه کمونیست ها نه سوسیالیست ها، خب نه لیبرال ها. لیبرالیسم که هم چیز بود، نه شرق نه غرب، نه شرق نه غرب، کمونیسم بود قبلش هم که لیبرالیسم. بله بله، کاپیتالیسم و لیبرالیسم و حالا این اصطلاحات که بعد ریز، اینا همه زیر مجموعه سرمایه‌داری است، تفکر سرمایه‌داری و مادیگری است. امام گفت نه این نه اون، سفتن وایساد. ما وسط جنگ، مردم شاید ندونن، پوتین نداشتیم. حالا سیم خاردار رو شنیدن احتمالا. آقای هاشمی رفسنجانی رفته بود کره از کیم ایل سونگ یه سری کلاشینکوف گرفته بود اومده بود، بعد روزنامه فدایان خلق اون موقع، چریکای فدای خلق که اینا همشون کمونیست بودن و میگفتن خلق قهرمان ایران باید به سمت شوروی بره و باید همه سرمایه ها و این دولت دولت امپریالیستی و اینها، همشون الان رهبرانشون تو امریکا و تو غربن. الان همه این دو جهانی که ابین رفتن و شد یه جهان و امام با این دوتا مقابله کرد و شوروی تانک میداد، هواپیما میداد، فرانسه هواپیمای اجاره میداد، شوروی حتی شوروی این اواخر تانک T-72 استراتژیکش داد به چون ما RPG زنمون میرفتن دنبال تانک، RPG زنمون نتونن دیگه برن، ایواکس در اختیار عربستان گذاشتن که ما رو رصد کنه که ببینه کجاها میریم. همه کاری کردن که ما رو شکست بدن، ما اینا رو نتونستن ما رو شکست بدن، یک انقدر از خاک ما رو نتونستن بگیرن. کشته های عراق 10 برابر ما بود، اونا 2 میلیون کشته دادن، ما 200,000 تا 200,000 تا. خب البته ملت همه درگیر جنگ بودن، 2.5 میلیون نفر رفتن جبهه، ولی ده میلیون نفر پشت مردم، پشت اینا بودن که میجنگن. یه سری هم خب همیشه بی‌تفاوت هستن و همیشه نق میزنن، الان هم هستن دائم النقن، بیشتری منافع هم اینا میخورن، همیشه هم نق میزنن. حالا این مقدمه که شما گفتید در تبع اتفاقات امروز میخواید به لحاظ میدانی تحلیل کنید؟ به همین برسم. امریکا ول نمیکنه ما رو. خب امام کوتاه نیامد، شوروی سقوط کرد، الان افتادیم دست امریکا، امریکا هم کوتاه نمیاد. یه ناگهان دید که برجام که قصهش تموم شد، دولتی هم که قبله آمالش غرب بود و عشقشون این بود که یه ملاقات با مثلا فرانسه کرده، یه توی انتخابات میدم گفتن که عربستان دشمن ما نیست، روزنامه وطن امروز رو بستن برای اینکه یه روز زودتر مرگ
ملک عبدالله رو گفته بود که تو فضا رو اختشاش کردی، نمیدونم این حرفو. خب ناگهان دیدن که یه دولت اومد. تصورش این بود که اول اومدن، خب بالاخره با تلاش که کردن، و من نمیگم این رابطه چقدر مستقیم و چقدر غیر مستقیم، ولی بالاخره انقلاب برای اولین بار کسانی که ادعای بعضی هایی، حالا همشون نه، ولی بعضی که ادعای خط امام میکردن، چون امام در هم در وصیت‌نامه‌اش هم در تمام سخنرانی‌هاش در رابطه با انتخابات گفتن در همه انتخابات با شرکت کنید، ترک صندوق رأی نکنید، حرام است. این حرام رو انجام دادن، تحریم انتخابات کردن، انتخابات انجام شد، رئیس جمهور انتخاب شد. دیدن این رئیس جمهوری داره کار میکنه و بعد چوری داره مشکل ها. الان این قصه تحریم هم که ما اینا رو بستیم داره انگار یه اتفاقایی میفته. عضو شانگهای میگفتن تا FATF تصویب نشه ما عضو اونجا هم نمیشیم. یه دیدن اونم عضو شدیم. ما داریم با کل اوراسیا رابطه برقرار میکنیم، اوضاع داره خوب میشه، صندوق ارزمون نفتمون رو داره میفروشیم. اینا تصمیم گرفتن که ما رو یه جایی متوقف کنن. خب میتونن جنگ کنن؟ نمیتونن، جرأتش رو ندارن، چون میدونن ما مرد جنگی، این ملت ملت مرد جنگه. دهه 80ش، دهه 90ش همشون مرد جنگن. ما پیرمردان حالا وای میسیم براشون تکبیر میکنیم، ولی جنگ جرأت نمیکنن، چون ما سلاح بازدارندم داریم، اون موقع نداشتیم. ما میگاره میدیدیم تو آسمون و نفرینشون میکنیم، کاری ازمون نمیمد. یه دو تا از این دلولا میزدن که این بیشتر از این پای نیاد. خدا شاهده ملت اینجوری بود. الان از 200 کیلومتری یه هواپیما نزدیک ما میشه، ما اونو داریم. خب اینا میبینن نمیتونن کاری کنن، جرأتش هم ندارن. عین الاسد هم زدیم چه غلطی نتونستن بکنن. خب چیکار کنن؟ اومدن از سوئد سوسیالیست، که هنوز کشورش یه مقدار سوسیالیسته، از سوئد سوسیالیست رسانه‌هاشو ردیف کردن تا آلمان و انگلیس، و به هر حال پولش هم قارون زمان میده، چون نفت گرون شده، قارون پولدار شده، خود امریکایی هم بعدشون خوب شده چون نفت گرون شده. امریکا اوکراین به این روز انداخت، الان هم که نفت نیست داره نفت گرونش رو میفروشه به اروپای بدبخت. اروپای در فشارن، به ایرانی هم گفتن اونجا بهشته دیگه، دولت قبل هم گفت اونجا بهشته. من نمیدونم چند تا این آمار نگرفتم، ولی رئیس جمهورای ما بچه هاشون اونجا بودن. من غیر از آقای رجایی و حضرت آقا و احمدی نژاد کسی رو سراغ ندارم که بچه هاشون بر نباشن. آقای رئیسی هم بچه‌ش همینجا نیست؟ آقای رئیسی هم همینطور. بله ببخشید، من هنوز عادت نکردیم به رئیس جمهوریش. آه تو این یه سالی که یه ساله. آره از بس. خب اینا بچه هاشون هم اونجا بودن، قد باورن. اینا گفتن که باید این را دولت داره موفق بشه. ما یه چیزی دیگه مونده، این اوضاع اقتصادی خود بهتر بشه، این اوضاع اقتصادی خود بهتر بشه، این مردم ما دیگه نمیتونیم این انقلاب رو کارش کنیم. و اینا بردن، سوریه رو بردن، یمن رو دارن میبرن، عراق ما رو بیرون کردن، خب چی میشه؟ گفتن که خب ما باید یک، اینا سه سال مدرسه‌شون در اختیار ما بود، تعداد زیاد، چون وزیر آموزش پرورش به من گفت که تنها کشوری که همیشه سه سال مدرسه تعطیل ما بودیم، بقیه نصف روز جامعه مثلا نصفشون کردن، نصف کلاس کردن، هیچ که کامل اینجور که ما تعطیل کردیم نکرد. ما همه رو گوشیم در اختیار فضای مجازی، بچه‌هام رفتن تو فضای مجازی، بعضیشون 20 ساعت تو فضای مجازی بودن. فضای مجازی اینا رو دچار سندرم، بعضیاشونو دچار سندرم فضای مجازی کرد. یعنی اینا فضای مجازی و فضای واقعی میبینن، یعنی وقتی که بازی میکنن انگار واقعیته، حس میگیرن. اگه فشار خونشون رو بگیرن موقع مثلا 20ه، انگار دارن با جنگ واقعی میکنن. اینا رو روشون حساب کرد و حسابش هم بد نبود، درست بود. روی اینا حساب کرد، برنامه ریختن که اول مهر یه کاری بکنن، دنبال یک سوژه بودن، یه سوژه براشون فراهم شد. ناگهان یک جنگ هیبریدی شروع کردن. جنگ هیبریدی یعنی جنگ ترکیبی، یعنی خون میریزن، نه اینکه فقط خون نریزن، با رسانه هم کار میکنن، خون میریزن با رسانه کار میکنن، دلشون میخواد جوی خون را بیفته و آدم بکشن و با آدم ها رو تحریک کنن. احساس، این ارزیابی هم دارن که ملت ایران ملت بسیار پر احساسی است.
بسیار احساسات پاک داره. هیچ ملتی در دنیا انقدر خیریه نداره. هیچ ملتی در دنیا انقدر مردمش به کار خیر نمیپردازن. برید تحقیق کنید که من میگم تحقیق کردم. شما اگه در اصفهان برید مثلا یه اومی 50 تا خیریه، نه از خیریه های کلو برداری که سرمایه داره میذارن، واقعا اسمشون رو نمیخوان بگن و دارن کار میکنن، مدرسه میسازن، جهازیه میدن، فلان. اینا روی این احساس کار کردن، روی این احساس ملت ایران کار کردن و روش هم حساب باز کردن، با تمام رسانه ها به ما حمله کردن. اینجا تا اینجا که حمله کردن و اینا، یه روی این قصه خانومه که اتفاق براش افتاد. بسیار خوب. پس در واقع تحلیل شما اینه که از قبل اول اینا آماده بودن که در فضای مهر و آبان اونها بخوان یک کاری انجام بدن. کاملا مشخصه که از سوئد تا اینجا همه هماهنگن. چون ما تو فتنه 88 هم دیدیم. اینا زمان کشید که یه عده‌شون گفتن ما اگه همکاری کنیم کامل خودمون رو نشون بدیم ممکنه که اینایی که داخلن مردم ایران بفهمن که اینا با ما بسوزونیمشون. بگن که اینا غربی ان، اینا با اینن، اینا با اونن. اختلاف بود. اینجا همه با هم متحدن و دنیایی از دروغ و توهم رو دارن به مردم تزریق میکنن و به جامعه. حالا اینجا یه چی بگم، ملت ایران چقدر زیبا عمل کردن. شما ببینید با این که خب ما حدود 16 میلیون دانش آموز داریم، اینا همه پای این چون 3 سال هم مدرسه ها تعطیل بود، اینا چقدر تونستن جذب کنن؟ آماری که از مدارس های طالبی من شنیدم آمار موثقی بود، ما الان 80 هزار تا مدرسه داریم. مدارسی که مثلا توش بخوایم مثلا یه مقدار شلوغ شده و شعار دادن اینا، کمتر از 40 تا بود تو کل کشور. 80 هزار مدرسه داریم، کمتر از 40 تا مدرسه. کل آدمایی که 1 درصد که چه ارز کنم، خیلی کمتر از 1.5 درصد هم کمتر. بله کل آدمایی که اینا تو، من از یه منبع موثق شنیدم، یعنی همین امروز تماس گرفتم، گفت کل آدماشون کمتر از 50 هزار تا در سراسر ایران تونستن تو خیابون بیارن. از این کمتر از 50 هزار تا حدود 23 هزار تاشون هر کدومشون که یه بار اومدن برخورد باشون شده، اظهار پشیمونی کردن، گفتن خب برو و فهمیدن که اصلا به عنوان فان اومدن. اون کسایی که آموزش دیدن، بردن کردستان آموزش دیدن یا پای خود همین رسانه بهشون آموزش دادن، پول براشون میریزن، رمزرز براشون میریزن، اینا حسابشون جداست و خب اینا دیدن. ببین ملت چقدر آگاهن. درست. در مجتمع‌های مسکونی 100 هزار نفری، 50 هزار نفری شما میرید 5 نفرن 10 نفرن شلوغ میکنن، در صورتی که خیلی از اینا شاید اعتراض داشته باشن ولی هیچی نمیگن، چون میدونن این هوشیاری دارن، تحلیل دارن ملت، میدونن که دولتشون داره کار میکنه، اتفاقات خوبی داره میفته و میدونن اینجا لیبی میشه، میدونن سوریه میشه، میدونن این دفعه اگه اینا اومدن خراب میکنن. ملت سوریه رو دیدن. من یادمه خدا رحمت کنه علی معلم را، ما یه دفعه با هم صحبت می‌کردیم، گفت آقای طالبی این تازه امریکا داشت میاد افغانستان، گفت اگه اینا بیان و افغانستان مثل سوئیس کنن میدونی چی میشه؟ گفتم خب اگه این کارو بکنن ما میریم با امریکا متحد میشیم. مگه امریکا تا حالا این کاری کرده؟ گفت نه اینا میخوان یه نمونه درست کنن. گفتم اگه درست کردن که خب ببینیم حالا دیگه. واقعا تحلیلش این بود که اونا میرن رو سوئیس کنن. ببین گفتن اینا، نه یادم میاد نمیفهمم امریکایی، نه خود امریکایی هم میگفتن، خیلی از روزنامه هم نوشتن. یکی یادم خیلی فهمی که افغانستان کشور پیشرفته میشه، بعد از میشه. حتی در زمان غنی که داشت فحش میداد به ما، اینا چی میکردن که آقا چرا نمیرین بجنگین به طالبان؟ اینا که اصلا امریکا دوستن و هر قبله امریکاست، هر چون زیبا کند. آره ولی ملت اینو فهمیدن. بسیار خوب. حیز بدید یه میام برنامه یک جمله. ملت اینو فهمیدن، با هوشیاری دارن پیش میبرن. توی جوانام دو سه گروه هن، یعنی هم نگن دهه 80 یا دهه 90 یا دهه ای نیست، یه سری هیجان گرفتن تو چند دهه هم، مثلا حالا جوان بیشترن میرن، بعضیشون خانوادهشون نمیتونن کنترلشون کنن، بعضی خانواده کنترلشون میکنن، یعنی اون توهم داخل فضای مجازی رو به خانواده کنترل کردن. بعضی خب به خاطر از هم پاشدگی خانواده، به خاطر دوری، به خاطر اینکه خود یه زورشون نمیرسه. اگه نه این بچه‌ای که صبح میکشنش میگه آقا برو یه نون بخر بیا خودت بخور با پول ما، بلند نمیشه بره. حالا امریکا بهش دل خوش کرده که این میخواد حکومت عوض کنه. این هیچ. من یه نکته دیگه هم بگم، یه عده در ایران و در مطبوعات ما و در رسانه‌های ما، این به اون جوابی که
خواستیم انشاءالله برسیم، دلخوش کردن به این که اینا نماینده مان. و جالبه وقتی تلویزیون هم یه خورده ترسیده بود اون اول، تلویزیون ترسیده بود؟ به نظرم یه کسایی آورد که نباید میورد. اینا خودشون چیزن، مشکلن. یکی از دلایل مشکلن چی میگن؟ یه چیزی میگن که وضع موجود، بانیان وضع موجود بودن. آه. یعنی این که ما بچه هامون 3 سال رفتن توی فضای مجازی، این که نه پلتفرم درست نکردیم، این که پلتفرمی درست نکردن که الان بچه ها برن توش، کی بود؟ حالا هم میگن جوان ها رو ما باشون حرف نزدیم، تلویزیون رو دست کی بود؟ کی فشار میورد به تلویزیون؟ با من یه مصاحبه کردم تو همین جمعه، یادتونه چه فشاری دولت آورد؟ سال 98 بود باریکلا. خب این کی فشار میورد به آقای عسکری؟ بیچاره کردن اصلا. من یه مصاحبه که با یه کارگردانی مملکتم بودم حرف زدم، اینم تو شبکه افق که به قول شما هیچ کی نمیبینه. اینقدر ندارید شما این آزادی بیان که میگید، اینقدر تحمل ندارید. وقت میاد الان میگید که اینا به خاطر این است که شما انسداد ایجاد کردید. متاسفانه امروز در سایت تسنیم دیدم که یه نفر نوشته بود به دلیل انسداد و هی علامت سوال گذاشته بود و به دلیل عدم گفتگو و به دلیل نمیدونم چی 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 چی، یه نقدی کرده بود به اون دیوار نوشت و گفته بود حالا این بچه ها یه کاری کردن، انشالله ما بتونیم گفتگو کنیم. با کی گفتگو کنیم؟ نمایندهشون کیه؟ الان شما آقای رژه‌ای فرمودن که ما بخوام گفتگو کنیم، درسته؟ گفتن هر کس در رابطه با قوه قضایی حرفی داره بیاد ما حرف میزنیم. آقا تمام روزنامه‌ها اینو نوشتن، گفتگو گفتگو، انگار یه جایی انسداد بشده بود و حالا یه عقب نشینی بزرگ اتفاق افتاده و گفتگو حالا اتفاق. با چی گفتگو؟ بفرمایید گفتگو کنید، بن بشین با آقای اجی صحبت کنید. گفتگو گفتگو چی؟ آقا شما به اینایی که گلو می‌برن، به اینایی که از پشت با شاتگان می‌زنن، به این من اگه کاری بودم همه این مدیران مطبوعاتو جمع می‌کردم و این سیاسیونی که به نمایندگی اونا میان حرف میزنن، یه جور حرف میزنن که انگار اونا نمایندگی اینا رو دارن، میبردم این بچه های این 20 نفری که حدود 28 نفری ما شهید کردیم، شهید کردن، تقریبا روزی یک شهید دادیم، روزی یک شهید دادیم تو این جنگ، برم با بچه های اونا حرف بزنم، گفتگو کنید، بگید این آقا حافظ امنیت این مملکت بوده، شما کردید، شما تحقیر کردید حافظان امنیت رو، شما گفتید که دولت مسلح و نفرت پراکنی کردید، دولت نمیدونم مسلح، دولت باشید رو موشک، چرا اینا نوشتید؟ چون که نوشتید دیوار چیز دیر ترک بر میداره، ما میخوایم مردم رو خوشبخت کنیم. کو بسیار اتوان یه میان برنامه داریم البته با یکی از خانواده های شهدای اخیر شهید سلمان امیر احمدی که تو منطقه فلاح تهران با شاتگان به شهادت رسوندنش، یه با هم ببینیم پرش رو زخمت شما هست. دیشب که داشتن نماز لیلت و دفت میخوندم، من گفتم مادر من کی میدیدم که مثلا من بیام برای شما نماز لیلت و دفت بخونم. یه خانمی کنار من بود گفته شما مادرش؟ گفتم برای، گفت که واقعا بچه شما شیر بود، واقعا بچه شما شجاع بود، چادر میخواستن از سر من چند نفری بکشن، پسر شما اومد من نجات داد، نذاشت چادر از سر من بکشن. به خاطر ناموسش رفت، به خاطر ایرانش رفت، به خاطر کشورش رفت، از ناموسش دفاع کرد و رفت، دست به خیر داشت، هر جایی اگه مشکلی داشت اولین قدم اون برمی داشت برای حل مشکلش. با پسرش خیلی رفیق بود، همش میگفت ما رفیق پایه هستیم، همه جوره پشت پناهش بود. به این کوچه رسیدیم داشتیم رد میشیم که بیمون آتیشای وسط خیابونو برداریم و اینا، اون کوچه رو اومدیم پاکستان، یه چند تا اون بچه ها رفتن که به اون آتیشه برسن، در همین اثنایی که کار تموم شده بود و نصف بیشتر بچه ها برگشته بودن سمت موتورا و میخواستیم بریم جاهای دیگه، یهو از ساختمونی این با سلاح ساچمه زن مورد اصابت قرار گرفت و
حدود 50 تا ساچمه خورد و در جا زمین خورد. مقابل اعتقاد بچه ها نمیتونن وایسته، همونجور که تو 8 سال دفاع مقدس نتونستن مقابل بچه ها وایستن، تمام دنیا مقابل ایران بودن ولی بچه ها با ایمان خودشون، با شهادت طلبی خودشون، با الگو گرفتن از دستورات حضرت امام رحمت الله علیه و الان هم با الگو گرفتن و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، مطمئن باشه که دشمن شکست خواهد خورد و بازنده واقعی میدان دشمن خواهد. صبح اومد خوره با هم بازی کردیم، بعدش استراحت کرد رفت، بعدش دیگه نیومد. گفتگو کنم با جناب ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما. مقدمه که داشتیم مقدار مفصل شد و خیلی نکات هم شما بهش اشاره کردید. من یه مقدمه و متن بود. آره، یعنی از مقدمه فراتر بود. خیلی نکات هم شما گفتید، خیلی سوالات رو هم که من خواستم پرسم پاسخ دادید. من دیگه اونها نمی‌پرسم. تو بحث عملکرد رسانه‌های انقلابی، می‌بینم که شما وانه کسی اهل رسانه‌اید و تو فضای مختلف رسانه‌ای کار کردید. ارزیابیتون چیه؟ یعنی وقتی مثلا یه اتفاقات غیر قابل پیش بینی میفته که طرف مقابل با برنامه یا بی برنامه یا شروع میکنه 24 ساعت زنده دائم برنامه پخش میکنه، کمپین درست میکنه، تو فضای ماهواره یه جور، تو فضای مجازی یه جور، و در واقع کشور رو درگیر یک جنگ رسانه‌ای میکنه. من حتی وقتی این واکنش های بین المللی رو که معلوم هست خیلی هاش پشت پردهش بالاخره داره پول خرج میشه یا با فشار رسانه اینها رو دارن وادار به موضع گیری میکنن، میدیدم واقعا به نظر میسید که ما درگیر یک جنگ جهانی رسانه به معنی واقعی کلمه هستیم. یعنی از بازیگرش، فوتبالیستش، مطربش، اصلا نمیدونن کجاست ایران. همین میخوام، یعنی کسایی ایران... که معلومه که طرف اگه واقعا بهش بگی که ایران مثلا اسم این شهر یا اسم کشوره، نمیدونه واقعا یا هیچ اطلاع خاصی نداره، مثلا یه طرف میاد شروع میکنه یه حرفی زدن، هشتگ میزنه. تو این فضا میخوام شما عملکرد رسانه‌های ما رو چطور ارزیابی میکنید بدون هیچ تعارف و رو دروایسی؟ خب من که هیچ وقت رو دروایسی نداشتم، تعارفم نمیکنم، چون یه عمری از ما باقی نمونده، ان شاءالله بزنن ما رو شهید کنن اینا که آدم دارن بیان تمومش کنن بریم و خیلی هم خوشحال میشیم. ببینید واقعیت امر اینه که ببین وقتی که توی یک سلبریتی خارج نشین که نمیدونه نقشه ایران کجاست بهش میگن که اینو بگو، دلار میگیره، یه امتیاز میگیره، یعنی معامله میکنه، بله اصلا مسئله اقتصاد. متاسفانه ما هم در داخل اینجوری شدیم. ببین من یه مقاله میخوندم تو سایت جماران در تو حضرت امام، بله 4 بار اومد که میخواهید سر... امام داشت دنیا راجب دنیا طلبیه، اینکه دنیا آخرش چیزی نیست، ما همه حب به دنیا داریم، ما تا انسان حب به دنیا و حب به نفس و وسطش دوباره میاد یک شبه میلیاردر شوید، دوباره میرفتیم بالا، یه سن کمر درد نمیکنه دیگه، نمیخواد عمل کنی، گردنت درد نمیکنه، زانوهاتو میخواد چیکار کنی. تو تسنیم هم همینطوره، تو فارس هم همینطوره، تو جهان نیوز هم همینطوره، تو رجا نیوز هم همینطوره، دیگه چند تا دیگه شون هم بگم، همشون اصلا شدن آگهی دونه. وسطش یه خبر بدم، تو تلویزیون هم که همینجوره، مدرسه انقلابی هم ورش گفت که بیشتر آگهی پخش کنید، وقت اینترنشنال بدون آگهی 24 ساعته شد. ما در جوابش باید بلافاصله 24 ساعته برنامه شما مثلا هر شبی میشد، برنامه برای بچه‌هایی که دفاع میکنن از انقلاب و میتونن مسائل سیاسی رو باز کنن برای مردم هر شبی میشد، نه اینکه برن یه آدم مفسد اقتصادی که یه حزبی داره که تمامشون مسئله دارن، بچه‌هاشون خارج از کشورن، هر چی راندخاری تو این کشور شده، هر چی زمین گرفتن، هر چی منابع طبیعی بوده، هر چی حالا هر چه نه، خیلی از منابع طبیعی، خیلی از راندخارا به درستش کنم که منصفانه حرف زدم، اینا بردن، اینا برمی دارن بیان میگن خب حالا چیکار کنیم، این جوانی که در خیابان است ما معترض است باید چی بهش کنیم، اونم میرم کنیم به نفع خودش حرف بزنه که شما ما رو گذاشتین کنار یه طرفه کردین نمیشه، خب بابا انتخابات تحریم کردین نیومدید، حالا این بابا داره کار میکنه، ملت هم اینو فهمیدن، حتی اونایی که با آقای رئیس رأی ندادن فهمیدن که کار داره جلو میره و اینم فهمیدن که اینجا داره سوریه سازی میشه،
اینا میخوان سوریه کنن اینجا رو، اینا میخوان اینجا رو لیبی کنن. میدونید که از اول اونجا هم از هشتگ شروع شد، میدونید که اونجا هم اول از یه مطبوعات شروع شد، اونجا هم سر یه مرگ شد توی قبیله شروع شد و به اینجا کشیده شد. الان 20 میلیون از مردم سوریه آوارن و هزاران نفرشون تو قایق به خاطر اینکه به یه جای برسن ریختن تو دریا، اونیش که حالا خبر دادن. لیبی 1 میلیون نفرشون اومدن بیرون و بقیهشون دارن با هم می‌جنگن. فقط قسمت نفتیشون دست امریکاست و ایتالیا. دقیقاً 11 یعنی اینا این کارو بکنن. خب معلومه اتفاق ملت میفهمه، ملت خیلی باشعوره. درسته احساسش رو میتونید تحریک کنید شما، ولی نمیتونید عقلش رو از بین ببرید. خب رسانه ما رسانه ما رسانه مثلا فارس ما باید آگهیش رو کم کنه، رسانه تسنیم باید آگهیش رو کم کنه. همه شون آگهی شدن، شما میخوایی یه خبرخونه پوستت میکنده میشه. یعنی بعدم بهم دارم میگم مقاله نویسه تسنیم امروز تو سایت تسنیم نوشته بود که انسداد نب... همون حرفا رو نوشته بود که اینترنشنال میگه. خب یعنی شما معتقدید که الان مشکل رسانه ما چیه؟ فقط اینه که آگهیشون باید کم بشه یا اشکالات راهبرد دیگه میبینید توش؟ ببینید، یک، برای آگهی کار نکنن. دو، قراردادی کار نکنن. سه، برسن به بچه‌هاشون. خب به شما وقتی به یه خبرنگار مقاله نویستون 8 تومن میدین، زندگی نمیتونه بکنه، اجاره خونه بده، کروماشین بده، نمیدونم اسنپ بده، چیکار کنه این؟ خب میره دو جا دیگه هم کار میکنه. سه جا دیگه هم کار. بعد 30 نو مینویسه. بعد میگه خب اینا اینجا بنویسم، اونا اونجا بنویسم. اصلا هیچکی با عقیده کار نمیکنه. انقلاب اسلامی، دفاع از انقلاب اسلامی عقیده میخواد، باور میخواد. برای اینکه باورمندان بتوانند کار کنن، آقای قرائتی یه چیزی فرموده بودن که اسب حضرت عباس هم جو میخواد. آخه بابا شما چرا انقدر بی توجهید؟ من دارم میگم، حالا فردا ننویسن توهین بی سابقه ابوالقاسم طالبی، من دارم میگم به اینها باید برسید. به خبرنگار با 8 تومن واقعا نمیتونه کار کنه، خبرنگار نمیتونه با 10 تومن کار کنه. برسید به این بتونه یه جا بشینه فکر کنه مقاله بنویسه. درست. 24 ساعتش کنید، یعنی ساعت 8 که میشه اینا تعطیلن. یعنی شما اگه مثلا ساعت 11 شب زنگ بزنی به یکی این خبرگزاره، چند تاشون جواب شما رو میدن؟ ولی اینترنشنال 24 ساعت کرده، بی بی سی 24 ساعت کرده، البته 24 ساعت نکرده، مرتب داره خبر میره، سایتش 24 ساعته شده. خب یکیش اینه، یکی از عواملش اینه که بچه‌ها رو نمیرسن. بچه‌ها خرج دارن، بچه‌ها به هر حال زندگی دارن، بچه ها اینا معمولا برای بچه های متعهدی هستن، ازدواج کردن، زندگی هاشون خرج داره. دو، انگیزه، ایجاد انگیزه کردن. سه، از حیرانی در آوردن. من فکر کنم خیلی اینا حیران بودن اون اولی که اومدن. حیران چی بودن؟ شده یه موشک بخوره یه هوی جایی که اصلا تو بایش که جنگ نره، یه هوی انفجار بشه، میگی چی شد چی بود؟ مثلا نیم ساعت طول می‌کشید تا خودتو پیدا کنی. انگار اینجوری شده بود، همه می‌گشتن خودشونو پیدا کنن. در صورتی که ما در حال جنگیم، همیشه هم آماده باشیم. جنگ هیبریدی اتفاق افتاده، البته الان همطور هر چی داره میره خسته شدن، چون تکرار دارن میکنن. تکرار به ابتذال می‌انجامه و ملال‌آور میشه. دنبال یه دخترن که بکشن. معلوم به خانواده‌ها میگم که بچه‌هاتون رو نگران، چون اینا دخترکشون رو می‌خوان بندازن. دنبال یکی هم که بکشن، احساسات رو تحریک کنن. کارم ندارن که این کیه، فقط میخوان یه دوتا عکس و یه خورده فیلم و یه خورده خون نشون بدن به ملت و برن. رسانه باید در مقابل رسانه دیگه کنش ایجاد کنش داشته باشه. چون مصداقی بگید، یعنی من حالا حرفم اینه که جدا از این اشکالاتی که گفتید و هر کنشتون یه سری مصادیق جدایی داشته باشه، یعنی مثلا الان در این اتفاقاتی که افتاد، مثلا شما میگید صدا و سیما باید دائم برنامه پخش بکنه. خب به نظر من باید صدا و سیما دو سه تا برنامه برد بالا و دری ببین، شما وقتی جنگ میشه دپو باید خاکریز بزنی و قرارگاه بزنی. تموم شد رفت، نمیشه که مثل قبل باش مبارزه کنی. که باید جنگ الان رسانه جنگ، الان آقای جبلی فرمانده جنگه،
یه تحلیل اینه که بیش از حد پرداختن به یه مسئله دقیقاً زمینه بازی دیگری، یعنی اونا میان 24 ساعت برنامه میذارن. نه راجع به زن حرف بزنید، نه عکس زنا رو بچسبونید، نه راجع به سلبریتی حرف بزنید، نه چهار تا سلبریتی بیارید میگه خب شما هم بگین، اونا میگن البته من، و حالا چند سکه میدین. اینا رو نهرین. من میگم بیاید باز کنید قضیه رو. بیاید به مردم بگید آقا این قضیه جنگ هیبریدی اینجوریه، اینجا لیبی میشه، بدونن مردم. مردم خیلی باهوشن. من همیشه اینو دیدم که مردم از مسئولین جلوتر بودن. یکی میگه مسئولین تلاش دارن 40 ساله بکنن، تلاش کنن انقلاب رو زمین بزنن، مردم نمیذارن. حالا این مزاحه، ولی واقعا بعضی از مسئولین اینجوره. آقا این 6500 نفر آدمی که، یا 5500 نفر که تو مجلس میگن بچه‌هاشون خارج از کشورن، کیه؟ خب تو این جنگ هیبریدیه، بلافاصله مجلس ما، مجلس انقلابی ما بلافاصله باید یه طریق تفاهم بذاره، یه دوفوریتی بذاره، تمام کسانی که بچه‌هاشون خارج کشور به مردم معرفی کنه، اوناشون که سر کارن از کار برکنارشون کنه، که دست اونا بسته بشه، چون اونا با نفوذشون دارن کار میکنن. آقایی که مثلا حالا بهش میگن سلبریتی یا هنرمند یا هر چی، خب من خدا بچه‌ش اونجاست، خودش تو پیکار بوده. اول انقلاب پیکاری ها، بچه ها اونا که حالا نمیدونید بدونید، پیکاری ها گروه مسلحی بودن که جنگ مسلحانه میکنن، یعنی تو خیابون بدن آدم میکشتن، کارم نشتن کی به کیه، تا 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 هر کی ریش داشت، مثلا تو اگه اون روز بودی کشته شده بودی، الان شهید شده بودی، هر کی ریش داشت، هر کی شلوار نظامی داشت، هر کی عکس امام تو خونش میدونن میزنن میکشتن. خب این پیکاریه بعد داداشش هنرمند بوده، اومده بعدم تو هنر اومده، مثلا الان جمهوری اسلامی لطف کرده اینو بخشیده، اومده تلویزیون چهار تا بازی کرده، بعد حالا یه آدمی شده کسی. آقا این هم تو چپ میره راست میره جمهوری اسلامی یه سیخی میزنه، هر مرده‌ای که میمیره میره مرده خوری میکنه، شروع میکنه بالا سر سخنرانی علیه جمهوری اسلامی، هیچی هم بهش نمیگن، فکر میکنه که هیچ بهش نمیگن، کسی نمیدونه، کسی آقا اینجوری باید اینو مطبوعات بنویسن براش، مطبوعات انقلابی باید بگن آقا تو اینی اینی اینی، شلوغش نکن، زندگی بابات این بوده، میگی من 40 سال بدبخت شدم، چرا تو این 40 سال یه روز خوش نداشتم، بابات چی بوده، خوشیای شما چی بوده، الان چی، حالا یه وقتی که تاجر بوده و خیلی وضعش خوب بوده، انقلاب اومده مصادرهش کرده، بدبختش کرده، برای شما که همه چیز تو انقلاب اسلامیه، الانم که اونورتون تحویلتون میگیرن به خاطر انقلاب اسلامی که اینورین، شما الان برید تو ترکیه فردا دیگه کس تحویلتون نمیگیره، حالا بذارین اونا که رفتن ببینید چی میشن بعدا. خیلی ممنون. من مطبوعات انقلابی رو به نظرم متوجه جنگ نشدن، پای کار نیومدن، رسانه هاش هم پای کار 24 ساعته نیومدن، بهشون بر میخوره، میدونم حالا ما هم سانسور میکنن بکنن، ما که نبودیم، اینم نیست، اینم روش اون وریام که اصلا ادامه دهنده اینترنشنال شدن، اون میگه مهسا رو کشتن، اون نماینده میاد میگه مگه میشه کسی بمیره همینجوری، من خودم متخصصم همینجوری کسی نمیمیره، خب معلومه همینجوری کسی نمیمیره، سابقه بیماری داشته، حرف من رو قبول نداری، 20 پزشک دیگه، آقا همه دروغ میگن، همه دروغ میگن، فقط تو راست میگی، یه ون توش آدم نیرو بوده، اینا تخلف کردن، خب اینا رو برو بگو بیان، چرا همه نیرو رو میزنی؟ درست. چرا همه حافظان این مملکت رو میزنید؟ اصلا شما چرا همیشه با آدم های مدافع این مملکت مشکل دارید؟ هر کی دم مرزه، هر کی میاد محکم وایساده، هر کی پایست، با سپاه اینا مشکل دارن، چون سپاه پاسدار این کشوره، چون سپاه موشک داره، چون سپاه رصد میکنه، چون سپاه در مقابل آمریکا نمیتونه زانو بزنه. چرا اینا بعدن نگا؟ چرا با نیروی انتظامی اینقدر بدن؟ برای اینکه نیروی انتظامی نمیذاره پول بدید مثل ستاد قیتریه اوباشو بیاری تو خیابون بازارو ببندن، باش بدین پدرشو میخواین دراری، مطبوعاتشون هم تیت میزنن، عکس یکی که بخوان همشون با هم میزنن، همشون با هم هماهنگن، زنجیره ای. خیلی هم ممنون، تشکر. خب اینا که زنجیره ای ان، اونم که شبانه روزه، شما که مطبوعات مثلا رسانه انقلابی با چیکار کنی؟ خودتون بگی، باید بری یه برنامه بسازی. من الان اینو گفتم ها، نبادم الان بگم، ولی میگم به خاطر اینکه اعتراض شدید دارم به برنامه شیوه. برنامه شیوه یه اومده را یه آدمی آوردن که بالا آورده های هابرماس رو داره الان میگه راجب کانتو، هیومو، دکارتو،
انگار جنگ اینه. بعد هم میگه حالا به نظر تو این جوان ها اصلا اینو بنده کنه خدا اینو نمیشناسن، اصلا قصه این داره فوش خور مادر میده تو خیابون. این هشیش زده میگه حس چیز گرفته میان میگه که آقا یکی بیاد منو بزنه. یک عربده هایی میکشن که آدم فکر میکنه که من فقط اینا رو عرق خورای قبل از انقلاب دیده بودم، بعد انقلاب ندیده بودم یه همچین چیزی. بالاخره اونام که مبارزه میکردن قبلا مخالف ما بودن اینجوری نبود. جدا از اینکه یه عده ممکنه به قول شما مثلا به لحاظ فردی مشکلی داشته باشن، بحثای خیابونی کاری ندارم، اینکه رسانه صداهای مختلف رو منعکس کنه که خود مردم واقعا روش کنن، خودشون بشنون، انتخاب بکنن، تحلیل کنن، مقایسه کنن، این اشکالش چیه واقعا؟ ببین صدای مختلف یه حرفه، ادامه حرف دشمن یه حرفه. خب بالاخره صدای مخالف میتونه یکیشم پژواک صدای دشمن باشه. بالاخره پژواک صدای دشمن که دیگه چیزی صدای دشمنه. شما وقتی اینترنشنال 24 ساعت میگه، بی بی سی میگه، وی آی میگه، 140 تا دیگه ماهواره میگن، تو هم بیای ادامش بدی، بیای میگی من آزادی میخوام. این که آزادی نیست که، این در میدان دشمن بازی کردن. تو جاسوسی، تو علیه ملتتی. حرف میخوای بزنی حرف بزن، با این جوان حرف بزن، بگو فرزندم این راهش است، این راهش نیست. میگید اجتماع میخوان، بله درست میگه، اصل 27 باید اجرا میشده. کی باید اجرا میکرده؟ کی بیشتر از همه حرف آزادی در این کشور؟ من سوال میکنم از شما. جرم اصلاحات سید محمد خاتمی، آقای حسن روحانی، درسته؟ دو تا رئیس جمهور محترم ما، این دو تا گفتن که آزادی، چرا اصل 27 اجرا نکردن؟ تو خودشون باید بگن، من که نمیدونم. خب به اصل 27 یه جای این مصلی تهران جاش هم خوبه، دیوار هم داره، نیروی انتظامی بتونه مراقبت کنه بیان. میدونین چرا اینا نمیان برنامه؟ الان هم وزارت کشور قانون گذاشته میگه آقا بیان، برای اینکه اینا نمیتونن تفکیک کنن طرف، چون حزبای ما اون حزبی نیست که طرفداراش همه مشخص بشن. مثلا در امریکا در یه جا مثلا یه جنبشی طرفداران مویزی است، طرفداران نمیدونم گورخر، میان میگن آقا ما میخوام امروز راهپیمایی کنیم، تقاضا میدن، اون کس که تقاضا میده، اون انجمنی که تقاضا میده میگه ما این کارا رو نمی کنیم، مسئولیتشو میپذیریم، اگه خسارت هم به کسی رسید ما مسئولیم. یکی بیاد مسئولیتشو بپذیره برن راهپیمایی کنن. اینا نتونستن 88 نتونستن کنترل کنن، ببین به کجا انجامی زدن، بسیجی رو کشتن، از اون ورم کشتن، بعدم هی گفتن یه ندا آقا سلطانا ملنش رو چی کشت آخره. دو میلیارد انسان نشستن اینا دیدن و انقلاب ما رو زیر سوال بردن و اون همه تحریم برای ما ایجاد کردن. ما داشتیم یه قدم میرفتیم جلو، الان که دوباره داریم یه قدم میریم جلو، داریم تحریم ها رو به زمین میذاریم، داریم با دنیا ارتباطمون رو برقرار میکنیم، داریم پیروز میشیم، داریم اوضاع بهتر میشه. ملت اینو خوب فهمیدن، برای همین به اینا نپیوستن. بعد این جوانا رو واسه هم تحریکشون میکنن. آقا این که تو داری تیت میزنی گفتگو شما الان داری میگید گفتگو، من میگم باشه گفتگو کنیم، آدمتون رو بگید بیاد با من گفتگو، بیا بشین اینجا با من گفتگو. من خواهش میکنم از آقای جبلی، آقای جبلی هم آدم هم بچه انقلابی هم بچه رسانه‌ای هم رسانه رو میشناسه، هم آدم بسیار روشنه، بیا بشین حرف بزنیم. آخه تو وقتی میای که داری دفاع میکنی از منافع آمریکا. بسیار خوب، یعنی شما میگید تفکیکی باید داشت بین، بله بین انقلاب، ببین انقلاب کارهایی که به اسم درون کشور، کسی که میخواد از درون کشور حرف بزنه، کسی که مسائل درون جایی، حرفای اوباما و حرفای ترامپ و حرفای کاندولیز رایس و حلب آلبر رایت و اینا رو بیان اینجا بزنن، بله رو نمیدونم اینا بیان اینجا بزنن بعد بگم ما یه تفکریم، این تفکر نیست. ما روشن فکریمون از زمان میرزا ملکم خان، طالبوف و تا الان پژواک صدای غربه. به خدا من چند روز پیش مقاله رو میخوندم، میگفتم خب شاید یه حرف جدید توش باشه و اینا. فقط آقای علی ربیعی دیدم که در رابطه با اختشاش شد یه مقاله خوب زده بود، آره اینم بگم. بقیه شون حتی آقای حجاریان به لازم محتوا، یعنی چیش نظر شما جلال کردن که این خوب بود؟ منطقی صحبت کرده بود، به عقاید من نزدیک نبود ولی منطقی صحبت کرده بود. آقای حجاریان هنوز قرن 19 حرف میزنه، بابا اینا 50 سال عقبه. بسیار خوب، یه میام برنام ببینیم، شما یه نفس تازه کنید، در خدمت هست. برو خانم برو.
ما اومدیم کف خیابون با هیچ چیزم کار نداریم. نگاه کن آتیش زدن ماشین مردم اون. اگه مردم اینایی هم که دارن اختشاش میکنن پس اینا مال کیه؟ بابا مردم امروز اومدن گفتن آقا ما اختشاشگر نمیخوایم دیگه. خدمت شما ابوالقاسم طالبی هستم، کارگردان سینما. از بحثی که در تو با رسانه داشتید میگفتید نکته هست که جا مونده و شما سوال دیگه بگم. ببینید رسانه ها رو میترسونن، مثلا آقای وحید جلیلی که الان خودشون حالا جزء هستن در کانال تلویزیون هستن و قائم مقام هستن، یه روزی تلویزیون میوردنش یه چیزی میگفت اونو تیتر میکردن، هزار تا زنگ میزدن به رئیس سازمان که اینو دیگه نیارید بابا، این ایجاد اختشاش کنه، بنزین میریزه روی نفت، نفت میریزه روی بنزین، بعدم رو آتیش. رسانه باید پشتیبان کسی باشه که میاد تو رسانهش و حرف میزنه، پشتیبان همون بازیگری که میاد حرف اینجا بازی میکنه، کارگردانی که داره توش کار میکنه. یعنی رسانه باید پشتیبان اون باشه، نباید نگاه کنه به چهار تا مطبوعات، چهار تا رسانه. اینترنشنال میگه که حسن عباسی فلان، آقای رائف پور فلان، بعد اینورم میگن، بعد ادامه روزنامه ها مینویسن رائف پور اینو گفت. خب هر انسانی داره حرف میزنه، ممکن من خودم الان این قضیه اسپوشو گفتم، الان خودم پشیمونم، عذرخواهی هم میکنم، نباید میگفتم، جمله خوبی نیست، ولی قول آقای قراتی بگه خوبه، من که میگم انگار یه جوریه. خب این ممکن آدم یه اشتباهی بکنه، همین یه اشتباه میگیرن بزرگش میکنن، آگردیسمانش میکنن، بعد یه کاری میکنن که شما دیگه جرئت نکنی از این آدم استفاده کنی. مگه ما آدمای حرف زن با سواد با تجربه رسانه شناسمون چند نفرن؟ خب میترسن آدما، میگه آقا من میرم اونجا پس برده میشم میشم شمر زمانه، نه اینور نه اونور. یعنی الان آقای رائف پور رو باید هر شب دعوت کنه، حالا که اینترنشنال گفت نه. یعنی مقابله با اینکه شما فرمودید که اما سوال کردید که بابا چیکار کنیم، باید این کارو بکنن. وقتی میبینن اونها با یه چیزی مقابله میکنن و اذیت شدن، بلافاصله دوباره اون شخص هر شب دعوت کنن، هر شب دعوت کنن، ادامه بدن تا پدرش در بیاد. نباید عقب نشینی کنیم بلافاصله. آقای وحید جلیلی میاد یه دفعه تلویزیون حرف میزنه، گفتن آقا دیگه تعویض نکنید چون آقای چیف زنگ زد. آقا اینا که زنگ میزنن هم که آقای جبلی بهشون محل نمیذاره، انقدر جرأت دارن که این کارو نکنن. الان به نظر من آقای عباسی باید دعوت بشه، آقای رایفور باید دعوت بشه، حالا من اسم نمیخوام، حالا اسم همه رو برم، ولی اونایی که اونا حساسن باید دعوت بشه. هر کی اینا حساسیت کردن، رسانه باید بره به طرفش. رسانه‌های انقلابی هم باید ادامه‌شو بدن، یعنی اگه اون خبرشو میزنه اونا هم خبرشو برن. من در رابطه با بعضی از خبرهای فیلمم به مراجعه میکردم، گفتن آقای طالبی فلانیش میگه این تو ست نشریه کار میکنه، میتونه برات خبراتو بزنه. اما ما نمیخوام اصلا خبر راجب بزنم، میخوام در سکوت خبری برم. خبر زدن توی رسانه ها پول میگیرن، آقایون سردبیر ها، آقایون چیزا، بعضی از بچه هاتون مجبورن مدیر روابط عمومی بشن تا یه چیزی گیرشون بیاد. پولشون رو بهشون بدین، به موقع بدید، برسید بهشون. تو جنگ هم شوخی بردارید، دپو بزنید و آماده جنگ باشید 24 ساعته تا انشالله که چند روز دیگه تمومش کنیم. هر سوال خدمت شما که حالا دته با این مسئله اخیر صحبت کردیم مفصل، این چند دقیقه که وقت باقی مونده، دته با این سریال جنجالی که دارید چند وقته میسازید میخوام سوال بپرسم. والا ما هنوز کار نکرده، میگن جنجالی شد. فکر کنم آذر 99 قرار بود تموم بشه، اشتباه نکنم. بله بله، یعنی الان تقریبا 2 سال شد که تموم شده. ما 17 ماه قرار بود تموم کنیم، حدود 48 ماه. خیلی از بینندگان ممکن ندونه اصلا موضوعش، هم خودتون یه توضیح بدید چی هست، چرا طول کشید و بفهمید. یه سریال ساختیم به نام، شروع کردیم به نام طلاق. یعنی من یه موقعی حالا اینا رو یه موقع رسیدم حضرت موقعی که ما رفتیم
یتیم خانه ایران رو ساخته بودیم، محضر آقا رسیدیم، حضرت آقا عرض کردم که بله بله من عرض کردم خدمتتون که ما اون روز هنوز حرف از این فساد و اینا خیلی نبود، گفتم که هنوز دوره اول آقای لاریجانی بود، لاریجانی قوه، گفتم که آقا جان ما اگه قضیه فساده که الان داره اتفاق میفته پشت صحنه و مبارزشو نگیم، این روایت دست اونا میفته، ما باید اولین روایت ما بگیم. ایشون فرمودن من هر کس که علیه فساد کار کنه دوشمشیره کمک میکنم، شما هم برین کار کنید دوشمشیره کمک میکنم. ما چند بار به آقای لاریجانی گفتیم، آقای لاریجانی استقبال نکردن متاسفانه، حتی به دفترشون هم رفتم، با مدیر دفترشون هم که مرحوم شده خدا رحمتش کنه صحبت کردم، باز نتونستم ایشونو ببینم. ولی خب آقای اجی به ما وقت دادن، اون موقع قائم مقام بودن، معاون اول بودن، منو وقت دادن و صحبت کردن و حالا یه کمکایی کردن. بعدم کسای دیگه، من حدود 1000 ساعت پرزنت شدم و پرونده خوندم، پرونده های کلان، یعنی 1000 ساعت، بله مثلا حدود شاید خیلی 1000 ساعت، یک سال میرفتم و میمدم و روز 7 8 ساعت کار میکردم و اونا میمدن توضیح میدادن کیسو. خب این کیس هم خیلی سخته، بعضیش 100 جلده. از تو دل این قرار بود چی بسازید؟ یعنی همین قرار بود یه قصه بسازم از دل این که هم به واقعیت نزدیک باشه هم خودش نباشه. خب خیلی دیوونه شدم دیگه، خیلی زیاد شده بود. بعد از بین همه اینا 7 تا رو انتخاب کردیم، اسمش رو گذاشتیم 7 سر اجدها و اول قصه شو نوشتم، بعدم سناریوشو نوشتم. قرار بود تو اوج بسازیم، رفتیم با اوج صحبت کردیم، به نتیجه رسیدیم، قرارداد نوشتیم. بعد اوج آقای محمود رضوی رو به عنوان مشاور مسکی بهشون گفته بودن که این گران شده. آقای محمود رضوی اومدن گفتن که خب این گران، گفت 15 میلیارد بود، گفت 15 میلیارد زیاده برای این سریال. گفتم خب شما بیا تایید کننده شو در بیار 1.5 میلیارد. و چون حالا آقای رضوی یه بار دیگه ما خدمتشون بودیم برای هم یتیم خانه 38 میلیارد، 28 میلیارد گفته بودن خرج میشه، ما با 8 میلیارد تموم کردیم. ولی خب اینو گفتن اینجوری تشخیص دادن. گفتم چند صفحه خوندی؟ گفت 10 صفحه، چون سریال حدود 700 صفحه بود. خب بعدم 3000 صفحه شد. علی حال من دیگه اونجا همونجا یه انصراف نوشتم دادم به اوج، اومدم وسط های کار بودم که گفتن آقا داره سریال ساخته میشه و نمیدونم، چون اسمش آقازاده بود. حالا میگذرم دیگه، این تیکش کات میکنم چون من راجبش نمیخواستم حرف بزنم، هیچ وقتم حرف نزدم. از قول من یه جایی نقل کرده بودن، گفتن شکایت کرده ورش میدونم فلان اینا، من هیچی نگفتم و نمیگم هم الان، تا چون حالا چنگی کشیدن به روی دوستان اصلا درست نیست. من رفتم خیلی رنج کشیدم که قصه‌مو دوباره عوض کنم و سمت و سوشو ببرم که شباهت نداشته باشه. یهو کرونا اومد. خب کرونا اون اولش خیلی وحشتناک بود و ما نمی‌دونستیم چی میشه، ترسیدیم. آره بعد کارمون تعطیل کردیم، 4 ماه کارمون تعطیل کردیم. تو این تعطیلی دارو و قاچاق دارو و اینا هم یهو اومد توی جزء چیزایی که برای مثلا ناگهان دیدیم که هست، اونم اضافه کردیم و بعد دوباره شروع کردیم. خب ما مشکلاتی داشتیم، یکی از مشکلاتمون بود که مثلا ما می‌خوایم این آدمای فاسد رو نشون بدیم، آدمای فاسد و که کلان فاسدن، نه حالا خب اینا واقعا خانه‌های عجیب غریبی دارن، قصرای عجیب غریبی دارن، ماشینای عجیب غریبی دارن. خب اینا هم اجارهش گرونه، هم کسی اجاره نمیده، یعنی کسی که یه خونه اونقدر عجیب و غریب داره نیازی به اجارهش نداره، اجاره می‌خوام دکورم بسازیم. خیلی مکافات‌های اینجوری داشتیم، خدا کمک کرد همش درست شد، دوستانم زحمت کشیدن، به هر حال تمومش کردیم با 36 میلیارد تومان تموم شد، کمتر از فیلم سینمایی برادران لیلا، یعنی تقریبا 20 تومان کمتر از فیلم سینمایی برادران لیلا. اونجا که نقل کردن، ما یه سریال حدودا 60 قسمتی ساختیم 48 ماهه و ما محاکمه کردیم کسانی که فساد اقتصادی رو ایجاد کردن. بریم ببینیم چه جور میشه. یعنی الان فیلم برداریشون همه تمومه، 60 قسمت فیلم برداریش تموم شده، آقای جناب آقای حسینی وند دارن تدوین میکنن، موسیقیش هم به یکی دادیم داره کار میکنه و
انشالله اگه آماده شد، چون من قبلا یه بار گفتم که جرأت پخششو ندارن و اون موقع آقای علی عسکری به من اعتراض کرد، گفت چرا میگی با جرأت نداریم، امیدوارم که سانسورش نکنند و پخشش کنن، چون به بعضیا بر خواهد خورد، بر میخوره به بعضیا. از کی آماده پخشه؟ انشالله ما تصمیم گرفتیم برای ماه رمضون، یعنی تا 5-6 ماه دیگه انشالله. انشالله ببینیم که تو ماه رمضون پخشش کنیم. اسمش موقت گذاشتیم طلاق، که خیلی گیر ندن. من یه نکته بگم چون گناه داره آقای آشنا رو من اینجا ازش یادی نکنم. موقعی که ما شروع کردیم آقای آشنا متوجه شدن اون روز نماینده دولت در صدا و سیما بودن، در زمانی بود که داشتن ورشون داشته بودن و آقای مهاجری نامی، نه آقای معزی شده بود، آقای معزی شده بود، ولی ایشون با امضای همون مشاوره بسیار نماینده دولت در صدا و سیما یه نامه‌ای نوشتن به خود صدا و سیما حدود 10 صفحه که این کارو بخوابونن. چرا باشه استدلالی؟ به استدلال این که این علیه ارتش حرف زده، علیه نیروهای مسلح واقعا اینطوری، یعنی علیه سرداران ما حرف زده، علیه وزرای ما حرف زده، تمام دولتو داره فاسد نشون میده، تمام وزارت اطلاعاتو داره پر نفوذی نشون میده، سپاه و سازمان اطلاعاتو نفوذی نشون میده، همه اینا رو داره نشون میده و این کارو جلوشو بگیرید تا ما دوباره بخونیم این کارا و سانسور کنیم، و البته سانسور کنیم ما ننوشته بود توش، بررسی شود. خب این نامه اومد، ما تقریبا کارمون داشت تعطیل میشد، بعد دیدیم وزارت اطلاعات همون نامه رو گرفته و یک نامه گذاشته روش، برای ارتش فرستاده، برای سپاه فرستاده، یعنی من همه جا منو خواستن. یه موقع دیدم تمام قوا غیر قوا منو میخوان که تو داری علیه ما داری چی کار میکنی. ما به همه توضیح دادیم، خود قوه قضاییه رفتیم توضیح دادیم، به همه گفتیم بابا آخه اینجوری نیست، ما داریم این کارو میکنیم، و البته از الانم میگیم، اون موقع هم گفتیم، هیچ وقت هم پنهان نکردیم که ما داریم کلان میگیم، ما راجع به بقال محل و فلان کارمند صحبت نمی کنیم. البته مفاسد بزرگ، مفاسد بزرگ هم آدمای گنده پشتش نفوذن تو سیستم، بعضی تو سیستمن، به هر حال یه جایی هستن تا 4 تا آدم نباشن که جمع نمیشه یه فساد بزرگ. خب آره این کارو کردیم، اونا هم این کارو کردن، خیلی هم سعی کردن که ما رو بخوابونن، یه 2-3 ماه به خاطر اون ما پایین بالا شدیم، ولی الحمدلله موفق نشدن. و من فقط پخشش مونده دیگه، شما فقط پخشش مونده که اگه پخش بشه. یه بار من محضر حضرت آقا بودم، گفتم آقا من اگه چغیر نبودم فیلم قلاداری طلا ساخته نمیشد، چون چند بار وزارت اطلاعات منو برد آورد و اون موقع خب من همه میگفتن از بعدم این فضایی که درست شد کشور که این فیلم و اطلاعات فیلم شده داده و این فیلم سفارشیه، این خود وزارت اطلاعاتی های میتونم بگم امنیت های فاسد اینو درست کردن و بعدم تو مطبوعات دادن و رفت، ولی چون اینجوری نبود، بعد فیلم ندیده راجبش قضاوت کردن و خیلی از ذهنها رو منحرف کردن، اونا هم سعی کردن که جلوشو بگیرن ولی الحمدلله نتونستن و تا الان که نشده. حالا بعدش ان شاءالله که این کارا پخش بشه و ببینیم. تقریبا 7-8 گوشه وقت نداریم، حالا هم جنبندی میخوام بکنیم همین که به لحاظ اتفاقاتی که در این 20 روز افتاد، شمایی که سابقه ساخت فیلم داده با اتفاقات سال 88 رو دارید، سوژه‌ای به ذهنتون میرسه که برای سینمای امروز ما ضروری باشه؟ و من میدونم این اتفاقات که تمام بشه احتمالاً ده‌ها فیلم و تلفیلم مختلف تو سراسر دنیا علی ایران خواهند ساخت، ولی برای کسانی که در داخل کشور هستن و میخوان دفاع بکنن از جریان انقلاب، سوژه به ذهنتون میرسه؟ به نظرم این چون یه جنگ هیبریدیه و همش هم به اصطلاح رسانه‌ایه و بعد رسانه‌ای داره، ممکنه کسایی کار کنن، من فکری راجبش نکردم. ببینید اینا به نقاط قوت ما حمله کردن، این نقاط قوت نشون دادن خیلی سخته و خیلی کار هنری روش کردن سخته. ما نقطه قوت کشورمون حجابه، اینا دارن این نقطه ضعف نشون میدن. الان نقطه قوت ما در دنیا زنانمون حجابشونه، اینایی که دارن میگن بی حجابی دارن توهین میکنن به پزشکی که حجاب داره، به دانشمندی که حجاب داره، به ورزشکاری که حجاب داره و داره مدال میگیره. همین امروز ما یه 3 مداله داشتیم، یک مداله تو دو میدانی و تو وزنه برداری، یعنی اینا حجاب دارن توهین بهشون میکنن، میگن شما با حجاب نمیتونید چی بشید. چرا؟ چون ما غربو به چالش کشیدیم، کمونیستو به چالش کشیدیم، سوسیالیستو به چالش کشیدیم، اونا میگفتن برهنگی
دیدید که بدون برهنگی، بدون اینکه زن خودش رو نشون بده، بدون اینکه بخواد زیبایی‌هاش و زنانگیش رو نشون بده، موفق شد که پزشک بشه، موفق شد که جراح بشه، بله. موفق شد که دانشمند بشه، خلبان بشه، ورزشکار بشه، مدال بیاره. خب این چالش بزرگیه برای دنیای غرب. این همه فلاسفه غرب حرف زدن، صدها کتاب نوشتن، کلاس‌ها و اندیشکده‌ها نوشتن، نشستن راجع به این صحبت کردن. و غرب، فرانسه علی خصوص، اومد حجاب رو ممنوع کرد، گفت این بازدارنده رشد زنانه، ولی دیدن این زنان رشد میکنن. یکی از دلایل این حمله هم همینه. خب حالا میخوان ما فیلم بسازیم باید دفاع کنیم از این چیزا. همین دفاعهایی که بکنیم همین علیه اونه، یعنی شکست خوردن. یعنی مردم اولا فهمیدن که ایران حرمه، واقعا مردم احترام حرم رو نگه داشتن. من اینجا لازمه که، حالا من کسی نیستم، یه کوچکترین قطره از دریای ملتم که شاید قطرم حساب نشم، سر تعظیم فرود میارم جلو ملت ایران. اینقدر فهیمن، اینقدر میفهمن، واقعا تحلیل دارن ملت ایران. بعضیاشون واقعا از وزرای خارجه، از سیاستمداران امریکایی غربی بهتر میفهمن، از سیاستمدارای خودمونم بهتر میفهمن. یعنی من واقعا شگفت زده شدم که این همه احساسات اینا تحریک کردن و نتونستن بدن اجتماعی برای خودشون، چون مردم فهمیدن، مردم میدونن که اینجا رو میخوان سوریه کنن. اینا با ولایت فقیه مشکل دارن. خب ما باید راجع به ولایت فقیه مثلا فیلم بسازیم. اینایی که الان اومدن میخوان دو روزه، فکر کردن کلانتریه، میگن سقوط کرد، سقوط کرد مثلا کشور. اینا نمیدونن ولایت فقیه از زمان صفویه بوده. اصلا صفویه برای اینکه مشروعیت پیدا کنه رفتن دنبال شیخ بهایی و دنبال علما که مشروعیت پیدا کنن. آقای ناصرالدین شاه وقتی که خورده دم تکون داد و رفت قرارداد رویتر رو بست، بچه‌ها بخونید قرارداد رو، یه خورده تاریخ بخونید. قرارداد رویتر رو بستن، رویتر همه چیز ما رو بس کردن به آقای رویتر. آقای رویتر یه یهودی بود که همین خبرگزاری رویتر هم در انگلیس درست کرده. اومد تمام معاده همه چیز ما رو گرفت که یه خود پول بده به ناصرالدین شاه بره سفر. آقای کرکی، آیت الله کرکی گفت اینا لغوش کن. اول با لحن ملایم گفت، گفت نمیشود. دوباره بهش گفت، بعد نامه نوشت تحریم کرد. اینا دیدن سقوط میکنن، ملت میریزن، حکومتشون پایمال میشه. قرارداد رویتر رو آقای کرکی ولایت فقیه دستور داد، شاه مدیر اجرایی اون بود. این ادامه داشته تا الان. در قضیه تنباکو ولایت فقیه بوده، امام اومد این ولایت فقیه وارد یک حکومت کرد و این حکومت الان بنیانهاش خیلی محکمه. شما چجور میگی که سقوط کرد و تمومش کردیم و یارو تو رسانه نشسته میگه از فردایی که آخونده نیستن من فکر میکنم که ما باید اون گه نه، کردستان باید حتما تجزیه کنید. الان گفته جالبه که انقدر پروه که توییت هم کرده، گفته اگه کردستان تجزیه نشه من دوباره جنگ مسلحانه میکنم. انگار الان ایران اومده و داره جنگ میکنه. یعنی شما تجزیه جز برنامه های ایرانه. ایناست میخوان. ما باید فیلم اگه میخوایم بسازیم باید بگیم آقا اینا میخوان آذربایجان رو اما جدا کنن. آقای علیف شاخشونه کشید دیگه، داشتن میکشید که شاخشو شکوندن. آقای کردستان که حالا اونم شاخشو شکوندن، میخواست چیز کنه کردستان رو یه تیکه کنن و یه اسرائیل دیگه اینجا درست کنن. سیستان بلوچستان رو رفتن اونجا ریختن، یه کلانتری نتونستن بگیرن، بعد رفتن خونه های مردم و مغازه های مردم آتیش زدن. اینا میتونن حکومت جمهوری اسلامی که یا وطن ما رو دچار تجزیه کنن. با این ملت آگاه من سر تعظیم فرود میارم جلوی این ملت و درود میفرستم به همه مردها و زنهای این ملت که اینقدر آگاهن و برادرانه به عنوان یه پیر مرد، به عنوان یه کهنه سرباز سینما به دوستانم عرض میکنم، به همسنفیام عرض میکنم، اینقدر سریع احساساتی نشید. اگر حکومت اسلامی هم نمیخواید، بچه هاتون اونجان مجبورتون میکنن، چون من میدونم که سفرهای این چهار تا کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و کانادا با شماها تماس دارن از طریقهای مختلف و بتون بالاخره برای شما یه کارهای انجام دادن، شما میخواید برایشون کار انجام بدید، توییت میزنید. اینا فکر کنید که
جمهوری اسلامی این رحمتی که نسبت به شما داره یه مقدار یهو مثلا تصمیمش رو عوض کرد و وقت دیگه اینجا شده، اینجا دفتر کار شماست، اینجا بازار شماست، اینجا پول در میارید میبرید اونجا خرج میکنید به خاطر پول در آوردنتون. اوناتون هم که ایران رو دوست دارید، وطن رو دوست دارید، بدونید که وطن در خطر میفته اگر که بخوان تجزیهش کنند. قطعا ما نخواهیم گذاشت، ملت نخواهد گذاشت، ولی شما نباید برای تجزیه کشورتون اگه وطنتون رو دوست دارید، چون اینا دنبال تجزیه دارن هم میگن، یعنی شما دیگه من فکر میکنم که از کور باید بشه که نبینه که اینا دارن میگن من خب تجزیه کنیم. نکنید این کارو و دنبال چیزایی نباشید که ما رو دو قطبی کنه. دو قطبی کردن سیاست اینهاست، بد حجاب، بی حجاب، با حجاب، نمیدونم اصولگرا، اصلاحاتی، عدالت طلب، یه چیزهایی درست میکنن که اصلا واقعی من هیچ وقت اینا رو قبول نکردم. هیچ وقت اینا، ما یه ملتیم، ملت ایران، و ایستادیم که رو پای خودمون بایستیم و انشالله هم پیش میریم و پیش خواهیم رفت. و اونهایی که زیر دشداشه آقای بن سلمان نشستن و او از یقش براشون دلار میریزه، بدانن که با دلار این قانون و با شلوغ کردن‌های شما و منطوی بهایی‌ها و بی بی سی انگلیس هرگز در این وطن خدشه‌ای وارد نخواهد شد. توپق زدم، عذرخواهی میکنم، وارد نخواهد شد و ما یک ملت پشت هم محکم پیش خواهیم رفت و انشالله 4 سال آینده تو انتخابات اون هر که خواستیم انتخاب میکنیم و نگاه میکنیم به پیشرفته و ببینیم این دولت به کجا میرسه. آقای امیر عبداللهیان در وزارت خارجه داری زحمت کشید، یه خورده سفراتون رو عوض کنید که این ما واقعا نمیدونم چرا آفکام کار نکرده. اینا اونجا یه قانونی وجود داره، همین ساترایی که ما داریم، که اگه که یک کام گرفتن آنتنای طالبی دیگه و سلام علیکم برای من میگن تیتراژ داره میره، با من عذرخواهی میکنم البته گرفتن آنتنا آره دست شما در نکنه. و فکر کنم یه جا به جای محقق کرکی مولوی کنی منظورتون بود، البته با بحث رویتر که حالا محقق کرکی مولوی کنی فکر میکنم، حالا بعد خودم بعد این فیلمشو ببینیم، در صورت من گفتم اگه اشتباه شده باشه اصلاح میشه. تشکر میکنم از شما مخاطبان عزیز، بله صفویه بود، از شما مخاطبان عزیز هم ممنون که با ما همراه بودید. تکرار برنامه فردا ساعت 4:30 است و تا دوشنبه شب خدا نگهدار.